با درود بر شما فرشتگان عزیز، بنده مسعود رستمی هستم و در این اپیزود و اپیزودهای بعدی ما به بررسی اجمالی تاریخ فلسفه قرون وسطا میپردازیم و چیزی که به عنوان در واقع دیبل فلسفی شناخته میشه بررسی خواهیم کرد. در اپیزودهای قبلی به رابطه فلسفه و مذهب مسیحیت و همچنین اثری که فیلسوف بزرگ دوران ابتدایی قرون وسطا به نام سنت آگوستین داشت پرداختیم و نظر به این که این دوران چیزی در حدود 10 قرن رو در بر میگیره، لازم به واشکافی خیلی بیشتری هست و ما مشاهده میکنیم که علی رغم حاکمیت کلیسا که نقش بسیار بزرگی رو در این دوران داره، ما شاهد ظهور فیلسوفای بزرگی مثل آبلار و خدمت نشود که سنت آگوستین هستیم و دیگران که بیشتر ما در این دوره به تاریخ فلسفه خواهیم پرداخت و سعی میکنیم به اون جنبه های تفکری این فلسفه هم بیشتر بپردازیم. بسیاری تاریخ فلسفه قرون وسطا رو به 3 قسمت اصلی تقسیم میکنند، حداقل برای فلسفه غرب، که عبارتند از دوره کلاسیک، دوره میانی و دوره انتهایی. البته میشه به جای اینکه بر اساس این تقسیم بندی ها حرکت کرد، بر اساس تقسیم بندی دیگری به عنوان مثال نحوه تحول و تکامل یا اِوولوشن نهله های تفکری هم تقسیم بندی کرد و این موضوع رو از جنبه های مختلف بررسی کرد. نکته اصلی که در قرون وسطا وجود داره رابطه تنگ و تنگی هستش که تئولوژی و یا مذهبی با فلسفه در طول کل این دوران قرون وسطا وجود داره. اون نهله های از تفکرهای سکولار هم که در قرون وسطا ما مشاهده میکنیم، گرچه مینستریم یا جریان اصلی حاکم بر این نبوده، این دوران نبوده، ولی کن باید بهش پرداخته بشه. یکی از تکست‌بوک هایی که در این زمینه بسیار مطالب مفیدی و اطلاعات مفیدی داره کتابی هست به نام Philosophy in the Middle Ages، توسط آرتور هایمان و دیگران نوشته شده و به بررسی اجمالی خیلی مبسوط در واقع فلسفه و ارتباطش با یهودیت، مسیحیت و حتی اسلام میپردازه. در رابطه با این بازه زمانی تعریف دقیقی وجود نداره، بعضی ها از 5 تا 16 رو میگن، بعضی ها با 2 قرن بالا پایین تر میگن. به هر حال این قرونی است در حدود 10 قرن در مجموع حدودن هستش. به هر حال چیزی که مشخص هست این هستش که پس از سقوط امپراتوری روم در حدود قرن 5 میلادی ما وارد قرون وسطا میشیم. از اونجایی که سنت آگوستین از مهمترین فیلسوف های اوایل قرون وسطا هستش، بهتره که در این اپیزود به این فیلسوف بیشتر بپردازیم، همونطور که در اپیزودهای قبلی پرداختیم. سنت آگوستین در 3.5 قرن پس از میلاد به وجود میاد، از یک خانواده متوسط در شمال آفریقا به وجود میاد، در الجزایر یا همون الجزایر کنونی به دنیا میاد. مادر مسیحی داره که دینش رو بچه‌هاش هم انتقال میده. سنت آگوستین در کتاب کانفشنز اعترافاتش میگه که من فکر و ذهنم همیشه مشغول بازی بوده و همواره تنبیه میشدم در زمان مدرسه برای این بازی‌ها توسط کسانی که خودشون همین بازی‌ها رو انجام میدادن، صرفاً بدین دلیل که بازی مرا از آموختن باز می‌دارد.
یا به فرض در جای دیگه اشاره میکنه که من در دوران جوانی و یا نوجوانی با دوستانم میرفتم و از درختان گلابی همسایه هامون دزدی میکردیم و این گلابی ها رو میچیدیم و خودمون هم استفاده نمی کردیم و پرتاب می کردیم به سمت خوک‌ها و حیوانات و این شادی که از این عمل به ما دست می دادش بیشتر نه به خاطر این عمل به خاطر خود گلابی ها بود بلکه به خاطر نفس عمل دزدیدن بود که همراه با دوستان گناهکارمون انجام می دادیم و این بسیار لذت بخش بود. سنت اگوستین چندین فصل از این کتاب رو به این قضیه های مشابه اختصاص میده که عاملی که باعث میشه که انسان به سمت به قول ایشون گناه کشیده بشه چیست و انگیزه ای که انسان رو وادار میکند که این کار رو انجام بدهد چیست و نتیجه‌گیری میکنه که این کارا صرفا به خاطر سرخوشی هستش که انسان این کارهای شر رو انجام بده. این نتیجه‌گیری نشون میده که از دیدگاه سنت اگوستین ما یک نوع فرومایگی در ابنای بشر به طور ذاتی داریم و این خودش رو در قالب این اعمال شر یا کارهای ناسواب نشون میده و ضعف اراده برای انجام کارهای درست در ما به نوعی نهادینه شده. در طول زمان این کارهای شر تبدیل به یک عادت میشه و نهایتاً ما تمایل به سمت شریر شدن هم داریم و این اندیشه که تمام زندگی ما بر روی زمین یک آزمایش هست برای اینکه بتونیم موفق باشیم باید به سمت اعمالی دور از شرارت بریم و سنت اگوستین تعداد کارهای خوب و بد یا خیر و شر که شخص در زندگی انجام میده رو باید به نحوی تراز کنه که کارهای خوبش بیشتر بشه و در این کتاب میگه که خدمتتون عرض شود که رفته به کارتیج و پس از اینکه یک اسپانسر پیدا میکنه و این اسپانسرش میبینه که ایشون از لحاظ استعداد مناسب هست و تالنتد هست، ساپورت مالی سنت اگوستین رو به عهده میگیره و میگه که در کارتیج با تعداد زیادی از عشقهای نامقدس به قول ایشون مواجه میشه که اینها روح مرا ناسالم و زخمی کرده بودن و در طول مطالعه فلسفی سنت اگوستین با آثار سیسرو آشنا میشه که اون رو به عقل گرایی دعوت میکرده و از اونجایی که سنت اگوستین یک شخص بنیادن مذهبی بوده و سعی میکنه این بحث عقل‌گرایی در کتاب‌های مقدس جستجو بکنه، یک بحث اساسی پیش میاد. هنگامی که شروع میکنه به خوندن اسکریپچرها میبینه که پر شده از مطالبی که کلن از دیدگاه عقلی هیچ ارزشی ندارن و همراه با اسطوره‌ها و داستان‌هایی هستش که به زعم سنت اگوستین نمیتونه مدل های ما برای دینداری از دیدگاه عقلی باشه. بنابراین تمام این متون مقدس رو رد میکنه و میره سراغ منابع دیگه. شرایط دینی که سنت اگوستین در این دوران به دست میاره یک مقدار همراه با شکاکیت در مذهب مسیحیت هست و این در واقع تنها دینی نبوده که در امپراتوری روم اون زمان وجود داشته، دینهای مشابه دیگری هم وجود داشته. به عنوان مثال در اون مارکتینگ ما میتونیم به اختصار به فرض مثال از مانی هم اشاره بکنیم که ایشون هم ادعای پیغمبری کرده بوده و ارتباط با فرشتگان رو داشته و میبینی که در دوره ساسانیان تحت حمایت برادران شاپور بوده و نهایتا خود شاپور
و تونست دینش رو ترویج کنه و تبلیغ کنه. و سنت آگوستین از حدود 19 تا 28 سالگیش رو دورانی هستش که میگه من دوران گمراهیم هستش، که هم خودش گمراه شده بوده و هم دیگران رو گمراه میکرده. و سوالهای عقلانی که سنت آگوستین نهایتاً به ذهنش میرسیده نه خودش و نه معلمانش نمیتونن جواب بدن و نهایتاً میزان شگیراییش هر روز افزوده میشه نسبت به دینها. و وقتی که به میلان میره یک موقعیت شغلی بسیار مناسبی پیدا میکنه و در اونجا افکار افلاطون رو مجدداً بررسی میکنه، افکار در واقع نو افلاطونی رو در اون زمان بازار خوبی داشته و اونجا راه رو برای تفکر مذهبی در واقع بنیاد تفکر افلاطون باز میکنه. و میلان هم مرکز این داستان بوده و بسیار از فیلسوف‌ها خودشون مسیحی بودن، مانند امبروز. امبروز افکار نو افلاطونی ها رو برای مذهب خودش به کار میبره. بنابراین سنت آگوستین هم به این جریان میپیونده و از لحاظ کاری به امبروز نزدیکتر میشه و پله های ترقی بالاتری رو به دست میاره، طی میکنه. و از لحاظ زندگی شخصی هم بعد اشاره بکنیم که از اونجایی که ایشون قبلا ارتباطهای غیرقانونی رو به بازنها و زن دیگر داشته و از اون هم یک پسر داشته، اینطور به نظر میرسه که ازدواج با طبقه غیر از طبقه اجتماعی خودی در اون زمان ظاهرا غیرقانونی بوده. بنابراین زنی که ازش بچه دار بوده رو برگشته میشه به آفریقا و مادرش هم که مونیکا، یک کلیسای الان هم در الجزایر به نام سنت مونیکا هست، هماهنگ میکنه که با یک زنی از یک طبقه ازدواجی دیگر و یه بالاتری ازدواج کنه. حالا از این قضیه که بگذاریم، اگر برگردیم به نظریه سنت آگوستین، ایشون نظریه دو جهانی افلاطون رو کاملا با آمیزه های مسیحیت می آمیزد و یک بنیان فلسفی خیلی محکمی برای مسیحیت دست و پا میکنه. در واقع برای مسیحیت قبل از سنت آگوستین دلیل عقلی وجود نداشته، دلیل فلسفی وجود نداشته. کاری که سنت آگوستین میکنه اینه که یک دلیل عقلی برای آمیزه های مسیحیت درست میکنه. و از اونجایی که آگوستین در واقع نویسنده بسیار زبردستی هم بوده، در کارش موفق میشه و در واقع ارتباط سنت آگوستین و افلاطون رو میتونیم از منظر تاریخی دو سویه در نظر بگیریم. همونطوری که سنت آگوستین از افکار افلاطون برای توجیه عقلانی مسیحیت و مذهب استفاده کرد، یک دریچه هم برای حفظ آثار افلاطون ایجاد کرد. این نکته هم نباید ازش غافل بشیم که باعث شد که آثار افلاطون حفظ بشه و افکاری که مخالف افکار افلاطون بودن مانند افکار ارسطویی تقریبا بلاک شد و زیاد در غرب منتشر نشد. اما در جوامع اسلامی افکار ارسطو منتقل شد و در اونجا حفظ شد. و نکاتی که سنت آگوستین روش کار کرد، بحث خلقت از هیچ توسط خدا بود و اینکه ما با عقل و نه با آزمایشات تجربی می توانیم حقایق امور را دست پیدا بکنیم، دقیقا شبیه همون تفکر افلاطون. و اینکه افلاطون می گفت ریاضیات کلید است و ایشون هم بر همین عقیده بود و ریاضیات هم خوشبختانه در دوران قرون وسطا حفظ شد و این هم از همین تفکر افلاطونی و افلاطونی اومد. و این نظریه دو جهانی افلاطون که جزو آثار مشهور اقتباس شده از افلاطون بود، مصادره کرد به نفع مسیحیت. بسیار خوب، در اینجا من اپیزود رو به خاتمه میدم. امیدوارم تا اپیزودهای بعدی روشن باشید و روشنگر بمانید.